جسم فیزیکی هستید. جسم رو باید فراموش کنید. شما اون روحه هستید. روح مهمتره یا جسم؟ معلومه روح مهمتره دیگه. بس شما روحه هستی. از کجا میتونی تشخیص بدی چه روحی هستی؟ وقتی فرکانست بره بالاتر متوجه میشی. زمانی که میری دنبال حقیقت، دنبال بیداری که ببینی کی هستی و چی هستی و از کجا اومدی و برای چی اومدی، وقتی میری تو مسیر دسترسی پیدا میکنی به آگاهی‌های بالاتر، متوجه میشی کی هستی. وابستگی به خانواده رو چیکار کنیم؟ رها کن وابستگی به خانواده تو. انرژی میخورن ازت، انرژی تو کم میکنن. یکی میگه اگه جسم نیستیم چرا یه جامون درد میگیره؟ هم جسم هستی هم جسم نیستی، ما چند بودی هستیم. گرفتی؟ یه سری هم هستن میتونن یه کاری کنن اصلا دردشون نگیره، دردشونو آف کنن، حس دیگه، حسشونو میتونن قطع کنن. موقع مثلا دستت هم قطع کنن تو هیچی متوجه نمیشی. ما چند بودی هستیم، مولتی دایمنشنال هستیم. ما موجوداتی هستیم چند بودی. اینا به ما نگفته بودن که. برای همین ما تو جسم بودیم دیگه الان. خب از لحاظ آگاهی تو جسم بودیم. الان از آگاهی از جسم داریم خارج میشیم، تبدیل به نور میشیم. خب دیگه باید فراموش کنی جسم. به خودت بگی که من روحم. چون میخوای تبدیل به روح شی، به نور شی، به فرکانس بالاتر شی، باید بری تو اون فرکانس دیگه. همه جا میگه من هستم دیگه. چطور از خانوادت دست بکشی؟ برای چی میخوای خانوادت دست بکشی؟ خانوادت هم دیگه، برای چی میخوای دست بکشی؟ اگر اذیت میکنن، انرژی خاری میکنن، رابطت رو میتونی کم کنی که انرژی تا نخورن. بهشون میتونی بگی انرژی خاری نکنید. اینا رو باید بگید به انسانها که آقا انرژی خاری نکن، داری انرژی میخوری یا که متوجه شن. اینا چون خودشون نمیدونن کی هستن چی هستن. یه سری موجودات دیگه داخل بدن اینا هستن که اونا هستن که این کارا را میکنن. سیاهیه و از سیاهی ها را خالی کنن دیگه. این صدا هست. چطور مواد مخدر رو ترک کنی؟ ترک کن دیگه. یا میری کمپ میخوابی ترک میکنی، یا میری دکتر دارو میگیری ترک میکنی دیگه. به این صورت راه مختلفی هست. الانم که خیلی راحته. خسته بشی میری ترک میکنی. خانوادم به حرفای من چون من خیلی یکم رک صحبت میکنم دیگه، من اصل داستان رو بهتون میگم چون داستانه. یکی میگه الان خانوادم به حرفای من توجه نمیکنن. اصلا خانوادت مهم نیستن، توجه میکنن یا توجه نمیکنه خانوادت، خودت مهمی. فکر خودت باش، فکر خانوادت نباش. خانوادت شاید میخوان برن توی سیاهی زندگی کنن، میخواد با شیطان زندگی کنه، میخواد اونجوری زندگی کنه. فکر خودتون باشید. اونا هم هستن. اگه هم مسیرم با شما هم مسیر میشه. هر کسی هم مسیر نخواست بشه راه خودشو میره. کسی با کسی نباید کاری داشته باشه. چون اونا اصلا خانوادتون نیستن که. اونا یه سری روحایی هن، با هم دارید یه سری درس ها رو پاس میکنید دیگه. همه ما یکی هستیم. این چیزها رو از کجا باید یاد بگیری؟ داخل پیج توضیح دادم دیگه، میتونی بری نگاه کنی همه رو یاد بگیری.
اول آخر همه این انسان‌هایی که روی زمین هستن باید فرکانسشون رو تغییر بدن، برن تو فرکانس بالاتر، چون زمین داره پاکسازی میشه، اون آدمایی هم که نمیخوان برن اونا هم پاکسازی میشن همراه با این پاکسازی زمین. حالا چه میخوای فرکانست ببر بالاتر یا میخوای حرف خانوادت رو گوش کن، بشین پیش خانوادت ببین اونا چی میگن، بشین تلویزیون نگاه کن، رسانه نگاه کن، اخبار نگاه کن، برو تو جمعایی که آدمای منفی هست، برو نمیدونم جای فرکانس پایین، خودت هر کاری دوست داری میکنی. این خود جهان هستی، خود خداوند تصمیم که نه، خودش خواسته که اینجوری بشه، الان هم داره اینجوری میشه، قراره تبدیل به نور بشیم. حالا یه سری ها جلوتر دارن میرن، دارن مسیر رو به بقیه نشون میدن، یه سری هم بعدن میان دیگه، یه سری هم قرار نیست بیان، چون اونا اصلا قرار نیست تو این مسیر باشن، زمانشون نرسیده، شاید مثلا چه بدونم 1000 سال نوری دیگه فاصله داشته باشه، روحش ها، آگاهیش و درسای خودشو داره، اون داستان خودشو داره، برای همین اینجوری شده دیگه. حالا یه سری دارن میرن، این اتفاقاتی هم که روی زمین داره میفته ایجاد ترس داره میکنه، گرفتین؟ ایجاد ترس. اونایی که تو وجودشون ترس دارن این ترس رو باید رها کنن. خب یعنی چی؟ یعنی اگر ترس داشته باشی، ترس اصلش از مرگ میاد، اگر از مرگ بترسی میری یه چیزی میزنی اینجا، یه چیزی فرو میکنی، چون میترسی. کسی هم که نمیترسه از مرگ نمیترسه، میگه من که فهمیدم داستان چیه، بازی رو حلش کردم، حالا هرچی میخواد نشه. زمین الان دیگه دنبال این موجودات هست، دنبال انسانهایی هست که ترس تو وجودشون نداشته باشن، قضاوت نکنن. از اینجور موجوداتی که فرکانس پایین بودن ترس داشتن، اینجا نمیدونم ظلم میکردن، اینا از ظلم که نمیشه گفت، اینجا نمیشه اصلا در موردش صحبت کرد دیگه، من نمیخوام صحبت کنم دارم. عزیز من، زمین داره پاکسازی میشه، گوگلی مگولی خوشگل من، هرکی که هستی، هر چیزی که هستی، هر جایی که هستی، باید به ترست غلبه کنی، باید قضاوت نکنی، باید دروغ نگی، باید اینا انرژیایی هست، موجوداتی هست و حتی طلسم و جادوهایی هست که هزاران سال از طریق اجدادت به تو رسیده و اینکه میبینید اینا همه اینجا زدن، اینجا قرنطینه کردن 2 هفته، همه از اینا زدن. زمین نیاز به انسان‌های ترسو، کسانی که ترس دارن، از مرگ ترس دارن، دیگه احتیاج نداره، چون ما می‌خوایم تبدیل به نور بشیم. مگه میشه تو بری تو بهشت یه جایی که فرکانسش بالاست ترسم باشه؟ پس یه سریه که می‌خوان این ترسا رو نگه دارن، زمین خود جهان هستی داره یه شرایطی رو به وجود میاره که اینا رو بترسونتشون، که اینا رو رها کنن. خب و اینا رها نمیخواد کنه، یه سری باورها درونش داره که این باورها از کودکی درونش رفته و این کارهایی که الان داره میکنه رو نسبت به این باورهاش و انتخاب کرده. حالا اصل داستان اینه که آقا فرکانس تو باید بیاری بالا، بری تو زمین جدید حالشو ببری، یه چند سوای اینجا هستی، مهمان هستی روی زمین و حال کنی دیگه، به عنوان اشرف مخلوقات اینجا حال کنی و up to you، خودت میخوای بیا، خودت میخوای نیا، هر کاری دوست داری بکن، میخوای برو رسانه نگاه کن، میخوای برو اخبار نگاه کن، میخوای برو از اینجور کارا بکن، انتخابات زیادی داری الان، میتونی انتخاب کنی که کجا زندگی کنی، تو چه فرکانسی زندگی کنی، چه بدونم، هر چیزی که دوست داری، و باید ترس رو رها کنی. حالا چیجوری تو شمایی که یه عمر رسانه نگاه کردی، مدرسه رفتی، دانشگاه رفتی، توی جامعه رفتی که 7-8 میلیارد انسان، که شاید هم 7-8 میلیارد انسان اینجا نباشن، خیلی کمتر از این صحبت ها باشه، شاید هم خیلی بیشتر باشه، از کجا میدونی چقدر وجود داره؟ همه اینا رو خودت باید متوجه شی، هر کسی به شما هر چیزی گفته، شما خودت باید متوجه شی که این چیز واقعیته یا واقعیت نیست. و جهان هستی قبول نمی کنه کسی به شما چیزی رو گفته باشه، فقط کسان دیگه میتونن در رو بهت نشون بدن، راه رو نشون بده، بهت یاداوری کنه، بقیهش با خودته. منم که الان اینجا نشستم
به منم کسی نیومد، من خودم رفتم دنبالش، من رفتم کلاس، من رفتم دنبال چهار نفر گشتم، من چهار تا مطلب رفتم خوندم که متوجه شدم آقا اصلا داستان زمین چیه، اینجا کجاست، چیه، چیکار من باید بکنم. و همین به من راه نشان داده شد و منم راه نشون میدم. زمین از سال 2020 تا 2030 توی این 10 ساله به طور کل تغییر میکنه، تغییر کرده، چند وقتی از زمین ریسیت شده، سیستم جدیدی اومده، همه چیز دیجیتال میشه، پول دیجیتال میشه، مرزها برداشته میشه، تمام کشورها چیز میشن، همه چیز یک پارچه دولت عشق میشه، میخواد بشه دولت عشق و بریم تو فرکانس عشق دیگه. حالا کسانی که با عشق هم مسیرن هم مسیر میشن، کسانی هم که نمیخوان هم مسیر باشن، بس اینا توی زمین دیگه زندگی خواهند کرد، ما جدا داریم میشیم. کسانی که فرکانسشون رو میرن بالا، ممکنه دیگه صبح خواب پاشی ببینی تو اون زمین قدیم نیستی. این یکم سخته الان بخوای متوجه شی که مثلا چجوری میشه من صبح پاشم اینجا باشم ولی تو زمین نباشم، رفته باشم توی زمین جدیدی که سیستمش کلا با اون زمین قدیم فرق میکنه. چون ما از لحاظ آگاهی دیگه اینا نمیشه توضیح داد، باید از لحاظ درک کنی، از درون باید درکش کنی. تمام این اطلاعات چیزی نیست که من به شما دارم میگم، تمام این اطلاعات درون خود شماست، درون دی ان ایته. چه کسی گذاشته توی دی ان ایت؟ خود خداوند. چون دی ان ای شما با دی ان ای خداوند یکیه، از یه جنس دی ان ایه و این شده که الان این شکلی شدی دیگه. ببین چه موجودی هستی، چه جونوری هستی، الان قوی هستی، ضعیف هستی، چی هستی، تو ترس هستی، تو عشق هستی، تو تسلیم هستی، شاهد هستی، شکرگزاری، ایمانت بالا، تو چه فرکانسی داری زندگی میکنی؟ زمانی رسیده که زمان خیلی خوبیه که رو زمین هستی دیگه. دیگه ما فکمون درد گرفت، چند ساله داریم صحبت میکنیم، اونایی که باید بگیرن میگیرن، یه سریه که هنوز چیز زمان بیداریشو نرسیده، چیزی نمیگیری، چیزی دستگیرت نمیشه، اصلا نمیفهمی من چی دارم میگم، چون زمانت نرسیده. تو باید بری حالا فعلا اونجا یه چهار تا شکست عشقی رو تجربه کنی، دو تا شکست مالی رو از دست دادن عزیزان رو تجربه کنی، چه بدونم اعتیاد رو تجربه کنی، کارتون خوابی رو تجربه کنی، رئیس جمهور بشی مثلا، ریاست رو تجربه کنی، برای خودت کسی بشی، اینا رو باید بری تجربه کنی. وقتی تجربه کردی اون موقع زمان بیداری فرا میرسیده. و اینکه ولی میگم دیگه باید زمانش برسه. کار منم با اوناست که زمانش رسیده دیگه، من فرکانسشون رو تغییر میدم، بهشون میگم که چیکار باید بکنی بری تو اون فرکانس. همه نمیتونن از این اطلاعات استفاده کنن. اگر یه کسی این صحبت ها رو چند سال پیش به من میکرد، من میگفتم بابا این یارو شیشه میشه زده، چرت و پرتا چیه داری میگی، مدیتیشن چیه، دی ان ای چیه. اگه چند سال پیش اینا رو به من میگفتی چه میدونم دنبال یارو میکردم میزدمش، برو بابا شیشه زدی، آش زدی، چی زدی. نمیفهمیدم که چون زمانش نرسیده بود. وقتی که من چند سال پیش یه دفعه یه بیدار شدم، زمانم رسید دیگه. اون چند سال پیش اینا رو به من میگفتم بابا ویلکم، بابا من خواهم برم یه لباس مارک بخرم، چه بدونم این کارو کنم، یه ماشین مد بالا بخرم، دنبال اون چیزا بودم. و زمانش برسه بیدار میشی، کلا یک انسان دیگه ای میشی، یه جونور دیگه ای میشی، چند بعدی میشی دیگه. و خوبیش اینه که چی میشی؟ اینفینیت میشی، بی نهایت میشی، دیگه مرگی برات وجود نداره، ابدی هستی. وای وای چی میخوای؟ چه ثروتی بالاتر از این میخوای که ابدی شی؟ هر چقدرم ثروت اینجا داشته باشی باز ممکنه بمیری، ممکنه بشه 120 سالت دیگه، نهایت 130 سالت بمیری اگه بیدار نشده باشی با همون همه ثروتت. ولی یه ثروتی خیلی بیشتری هست که دسترسی به اون ثروت میتونی پیدا کنی، اینفینیت بشی،